با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه امشب رودررو رو تقدیم حضورتون میکنیم. رودررو برنامه سیاسی اجتماعی است که با صاحب نظران از گرایشات مختلف سیاسی اجتماعی از طریق میزگرد گفتگو میکنه تا شما بینندگان و شنوندگان عزیز خود به قضاوت بنشینید. مسئولیت اظهارات مصاحبه شوندگان با خود آنهاست و الزاماً به معنای تأیید آن از جانب رودررو نیست. در برنامه امشب ما در ارتباط با 22 بهمن 57 و همچنین انتخابات مجلس شورا و انتخابات خبرگان که در راه است با مهمانان برنامه امشب صحبت و گفتگو خواهیم داشت. انقلاب 57 انقلابی بود که منجر به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی شد، رژیمی که غیر از سیاهی، تباهی، سنگسار، قطع کردن دست انسان، زنازاری، اعدام و به بند کشیدن رهبران جنبش کارگری ارمغان دیگری برای جامعه نداشته است. همچنین در ارتباط با انتخاباتی که اخیراً در جامعه ایران فکر میکنم تا حدود 18 روز دیگه برگزار میشه، از طرف رژیم جمهوری اسلامی، انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی، ما با مهمانان برنامه امشب کاظم نیکخواه، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری، و محسن بهزاد کریمی، عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران و یکی از نویسندگان روزنامه کیهان لندن خواهیم بود. کاظم نیکخواه، با سلام به شما و با تشکر که وقتتون رو در اختیار رودررو قرار دادید. تشکر میکنم، با سلام به شما و با سلام به آقای محسن بهزاد کریمی و همه بینندگان عزیز. خواهش میکنم. محسن بهزاد کریمی، با سلام به شما و با تشکر از اینکه به برنامه امشب آمدید. سپاسگزارم از شما جناب احمدی و تشکر میکنم از کانال جدید و برنامه خوب رودررو. همینجور درود میفرستم به مهمان محترمتون و تمامی بینندگان و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم. من فقط یه توضیح بدم، اگه دوستان وقتی صحبت نمیکنن میکروفونشون رو میوت کنن متشکر میشم که اکو نداشته باشه در حین برنامه. کاظم نیکخواه، شما ارزیابیتون از 22 بهمن چیه و چه نگاهی دارین به 22 بهمن 57؟ شاید بهتر باشه در رابطه با نکته‌ای که شما اشاره کردین که گفتین انقلاب 57 منجر شد به روی کار اومدن جمهوری اسلامی با همه اوصافی که به درست گفتین، بگم که به طور واقعی انقلاب 57 نبود که به این جنایت و ماشین سرکوب و کل مرحال تحجر و چیزی که شاهدش هستیم منجر شد. در واقع سرکوب انقلاب بود، به خون کشیده شدن انقلاب بود. مردم آزادی میخواستن، مردم ساواک نمیخواستن، مردم دیکتاتوری نمیخواستن، مردم فقر نمیخواستن و گورستان آریا مهنی نمیخواستن و دست به انقلاب زدن. مردم جمهوری اسلامی نمیخواستن، بخشی از متحجرینش تو جامعه بودن که تو زمان شاه هم آزادی فعالیت داشتن، تو مساجد و تکایا و همه سازمان خودشون داشتن و فعالیتشون داشتن میکردن، اونا وجود داشتن. در این حال دولت‌های غربی تو کنفرانس گوادلوپ و قبلش و بعدش تصمیم گرفتن که حکومت که دار دسته خمینی رو به مردم حاکم کنن، انقلاب رو به خون بکشن، مردم رو از انقلاب کردن پشیمون کنن. این میخوام بگم تصویری که به طور واقعی وجود داشت. اینجوری نیست که مردم اومدن انقلاب کردن که یه حکومت کثیفی مثل خمینی رو بیارن سر کار. قرار این تصویری که من به طور خلاصه میتونم بگم دارم. محسن بهزاد کریمی، نظر شما در ارتباط با انقلاب 57 چیه و شما چه ارزیابی از انقلاب 57 دارید؟ من باید یک نکته رو اول گوشتاد کنم. خب من نسبت به سنم تجربهی به شخصی ندارم از انقلاب 57. خب دو سال و اندی بعد از انقلاب 57 من به دنیا آمدم، اما آنچه که از انقلاب 57 درک کردم
و آنچه که ثمره به روی کار آمدن خمینی است و سیستم ارتجایی حاکم امروز شد رو من برخلاف آقای نیکخواه ریشه شو در سرکوب نمیبینم. ریشه شو در کم تجربگی و میتونم بگم بی تجربگی جنبش های چپی میدونم که انقلاب رو به ثمر رسوندن. انقلاب 57 به دید من یک انقلاب کمونیستی مارکسیستی بود که غرب از حراس این نیروهای چپ به تعاملی با نیروهای اسلامگرا رسید و اسلامیون رو به قدرت رسوند. و یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی فکر میکنم جامعه سیاسی ایران زمین رو من میتونم انقلاب 57 نام ببرم، چرا که به نظر من، به ظن من، انقلاب 57 میتونست در قالب یک اصلاحات گذاره، یک اصلاحات پیش رو انجام بشه و نه به سرنگونی نظام بکشه. میشون تغییرات اساسی در ساختار نظام ایجاد کرد. اشتباه ما این بود که زمانی که امکان اصلاح بود و جایگاه اصلاح بود، یعنی سال 57 مردم به روی سر به سمت سرنگونی حرکت داده شدن با کمک جنبش ها، با کمک سرکردگان جنبش ها، و الان که گاه سرنگونی است متاسفانه جامعه داره دم از اصلاح میزنه. کاظم نیکخواه، شما نظرتون چیه؟ جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان از انقلاب 57 به عنوان انقلاب اسلامی نام میبرن و محسن بهزاد کریمی اینجا مطرح کردن به عنوان انقلاب که کمونیست‌ها دست به ایستادن. شما نظرتون چیه؟ انقلاب 57 چیه؟ دستش اول باره که یه همچه ارزیابی رو میشنوم و نمیدونم، شاید به دلیل اینه که آقای بهزاد کریمی هم موقع متولد نشده بودن هم ظاهرن مطالعه نکردن. نمیدونم کجای جنبشی که شروع شد دست مارکسیستا بود، دست کمونیستا بود. یه حزب توده و فدایی وجود داشتن که اولا خودشون هم به اون مفهوم، مثلا حزب توده کمونیست نه اسم نمیبره، میگه حزب توده ها هست. ثانیا هم اینا جریانات تعیین کننده اون انقلاب نبودن و علاوه اون انقلاب با سرکوب اینا به خون کشیده شدن اعدام سران همین جریانات هم منجر شد. بنابراین جریانی که انقلابی که حکومت شاه رو به زیر کشید و بعدش خمینی رو آورد سر کار و رژیم شاه که قرار گویا نمیدونم اصلاحات کجای اصلاحات. ببینید من یه دانشجو بودم، سه بار رفتم زندان، دفعه سوم 15 سال محکوم شدم، نه با سازمانی، نه با حزبی، نه ارتباط داشتم، نه مسلح بودم. یه گورستان آریا مهری بود که شما مثل این که ازش اطلاعی نداریم. اصلاحات کجا؟ حتی تو خود مجلسشون سران خود دربار جرأت نداشتن یک کلمه بالای حرف شاه حرفی بزنن. این از این سایه. این از میخوام میگم اصلاحات نمیدونم از کجا میاد، از کجا قرار بود بیاد. جامعه‌ای بود که با ساواک و سرکوب و خفقان که نمیشد حتی از رئیس ژاندارمری دی انتقاد کنی، کجا اصلاحات میتونست انجام بگیره؟ سانه مارکسیزمش از کجا اومد؟ چون کمونیستش از کجا اومد؟ مرد کارگر بود، زحمتکش بود، کمونیستا بودن، نمیدونم همه اینا مردمی که یه دیکتاتوری نمیخواستن. نتیجه که اومد بیرون یک ذره تناسب و تشابهی با موضع کمونیستا نداره. اون چیزی که اومده نتیجه اومده بیرون نتیجه بود که کنفرانس گوادلوب، سران ارتش، همون سران ارتش شاه توافق کردن، رفتن پشت سر خمینی و با کمک بی بی سی و امنان رادیو اسرائیل و همه اینها یه حکومت میرون که ساواکی هم اتفاقا باش همکاری کردن با همین حکومت شاه برای سرکوب چپا، برای سرکوب کارگرا، برای سرکوب انقلابیون. این واقعیت انقلاب 57 بود. کسی که امروز نگاه میکنه به اون اوضاع و میگه مارکسیستا، به خاطر اینکه راستش نمیدونم، فقط من آقای بهزاد کریمی رو نمیشناسم زیاد، ولی قاعدتا باید مدافع حکومت پهلوی بوده باشن، وگرنه چرا باید کسی فکر کنه که فقط کمونیستا ضد حکومت پهلوی بوده؟ یه جامعه بود که متنفر بود از این حکومت، به خاطر همینم ساواک هر حرکتی رو، هر انتقادی رو سرکوب میکرد، زندان میکرد و جوابش رو به اعدام میداد. این واقعیت جامعه زمان شاه بود. اگر اطلاع ندارین
میتونید مطالعه کنید. محسن بهزاد کریمی، شما در ارتباط با نکته‌ای که کاظم نیک‌خواه مطرح می‌کنند که اصلاحات در ارتباط با رژیم گذشته نمیتونست صورت بگیره و همچنین اینکه انقلاب 22 بهمن 57 انقلابی نبود که مارکسیستا و کمونیستا بهش دست دادن، نظر شما راجع به این مسئله چیه؟ ببینید، همونجوری که من عرض کردم به دلیل سنی، چون نسل من نبود در انقلاب، خب در انقلاب حضور نداشتم، ولی اسناد تاریخی موجود است. از کتاب ایران بین دو انقلاب یروند آبراهامیان که خودش یک نیروی چپ، یک نویسنده عضو حزب توده بوده، نقل میکنم. از کتاب دکتر انور خامنه‌ای نقل میکنم و بسیاری دیگر کتبی که در این زمینه، چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب، به هر جهت در دست مردم حالا به هر صورتی چاپ شده، در چاپخانه‌های زیرزمینی، پولیکوپیایی که موجود هستش. من از یک خانواده میام، از یک مادری میام که جزء جنبش چپ بوده. انقلاب 57 شما چه بخواید قبول کنید جناب نیکا، چه نخواهید قبول کنید، اکثریت قریب به اتفاق نیروهایی که در این انقلاب نقش آفرین بودند و این انقلاب رو به ثمر رسوندن، نیروهای چپ، نیروهای مارکسیست، نیروهای مارکسیست اسلامی به اسم سازمان مجاهدین خلق، نیروهای اکثریت نیروها نیروهای چپ بودند. نیروهای فدایان اسلام و نیروهای طرفدار آقای خمینی اون اکثریت غالب رو نداشتن، اون نیروهای به قولی مبارز مسلحانه رو نداشتن. ما از اواسط دهه 30 شاهد درگیری های مسلحانه نیروهای چپ با همون ساواک و ژاندارمری که شما نام میبرید هستیم. اسناد تاریخیش موجوده و این انقلاب به ثمر رسید و بنا به اون حالا زد و بندهایی که در پس پرده شد و میتونم بگم از یک سمت دیگه ساده لوحی که در کف جامعه نسبت به آینده سیاسی وجود داشت، خب این انقلاب توسط اسلامیون روبوده شد. این یک مستند تاریخی است و هیچ کس پوشیده نیست که میزان تاثیر نیروهای چپ در انقلاب 57. از یک سمت دیگه من چرا حرف از اصلاح میزنم و اون رژیم را اصلاح پذیر میدونم؟ چرا که نیروهای چپی که در انقلاب 57 رأی جز سرنگونی نظام پادشاهی ندادند و جز سرنگونی نظام پادشاهی راه دیگری نرفتند، امروز دارند اکثر قریب به اتفاقشون به نوعی با اصلاح طلبان حکومتی یا اصلاح طلبانی که از حکومت خارج شدن و در خارج از کشور تشریف دارند مراوده سیاسی میکنن و کمپین های مبارزات بدون خشونت رو سرمشق کردن. شاید متحول شدن، شاید تاریخ به سمت دیگری رفته، شاید این دوستان کمی به روز شدن و از مبارزه مسلحانه فاصله گرفتن، ولی میبینم که امروز مشیشون در مقابل رژیمی که بارها جرارتر از رژیم پهلوی، ستمکارتر از من، نه فشار خفقان نظام پهلوی رو رد میکنم، نه اینکه معتقدم آزادی سیاسی در اون نظام بوده، نه، به هر جهت یک رفاه نسبی اجتماعی برای یک بخش عظیمی از جامعه موجود بوده. پابرهنه ها هم داشتیم، گرسنگان هم داشتیم، کارگران بی‌بضاعت هم داشتیم زمان پهلوی، اما نه به صورتی که امروز هست. حرف من اینه که چرا آن زمان اصلاح نمیتوانست رخ بده از دید شما و دوستان شما، ولی امروز اصلاح یک پروژه قابل امکان پذیر هست. تمام اسناد و مدارکم که من بهش رجوع میکنم که کتبی است که به در توسط دوستان شما، توسط همرزمان شما، توسط نیروهای چپ برای نسل من به یادگار مونده. کاظم نیک‌خواه، شما در ارتباط با نکته‌ای که محسن بهزاد کریمی مطرح میکنند که رژیم جمهوری اسلامی به میزانی که شما صدا من دارین؟ بله، من صدای شما رو دارم. شما صدا بله، نکته‌ای که محسن بهزاد کریمی مطرح میکنند که رژیمی که بعد از رژیم گذشته بر سر کار اومده، رژیم اسلامی، میزان جنایت، کشتار و خفقانی که درون جامعه آورده و قابل مقایسه با رژیم گذشته نیست و اینکه چرا در رژیم گذشته نمیشد رفرم کرد و برخی از کسایی که گرایش چپ داشتن در بر علیه رژیم گذشته داشتن مبارزه میکردن الان اصلاح طلب شدن و خواهان اصلاحات در ارتباط با رژیم اسلامی هستن، شما نظرتون چیه؟ ببینید، به نظر میرسه آقای کریمی گفتم اصلا متوجه نیستم با کی طرفم. ما حزب کمونیست کارگری هستیم. میگن که شما چجوری الان میگین اصلاحات ممکنه، قبلا میگفتیم ممکن نیست. ما میگیم اون موقع ممکن نبود، الان هم ممکن نیست. نه، ایشون در ارتباط با راجب چپ برخی از این جمله شون بود، این جمله شون بود که من یاد حفظ کردم. گفتن که
چرا اون موقع فکر میکنین اصلاحات ممکن نیست، الان شما یا دوستانتون میگن ممکنه؟ میگن ما دوستانی نداریم که میگن ممکنه. اصلاحات اون موقع، ببینید گفتم حتی از رئیس ژاندارمری نمیشد انتقاد کرد. آقای کریم یه نهضت آزادی بود، میگفت شاه حکومت کند سلطنت کند نه حکومت، یک میگرفتن زندانشو میکردن. از خود سران دربار یک ذره من به اصطلاح انتقاد قابل تحمل نبود. من یادم حتی دوره اصلاحات ارضی که شده بود، حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی بود، محبوبیت زیادی بین کشاورزا پیدا کرده بود. من اون موقع بچه بودم، دو سال طول نکشید گرفتن انداختنش بیرون، بعدش هم سر به نیستش کردن، گفتن سکته کرده. نمیدونم شما از کدوم سلطنه، از کدوم رژیم حرف میزنید؟ کدوم اصلاح؟ کی قرار بود اصلاح طلب باشه؟ اصلاح طلبایی که امکان اصلاح حکومت شاه رو داشتن کیا بودن؟ کجا هستن؟ تا زمانی که انقلاب شروع نشد، که تازه بعد شروع کرد شاه گفت ندای انقلاب شما رو شنیدم، و بعد از دوره بختیار عقب نشینی کرد، تازه اون موقع میشه اینکه بگی که خب میشد عقب نشینی کرد، که به نظر من اون موقع هم کسی که اگر بگه انقلاب رو و مکانیزماش رو نشناخته، چون دیگه انقلاب شروع شده بود، سرنگونی شروع شد. میخوام میگم این از این، اینکه انقلاب رو بوده شد بله، سرکوب شد، به خون کشیده شد، اسلامی‌ها از برش حکومت کرد، ولی اون چیزی که نتیجه ای که ازش بیرون اومد نه ربطی به کمونیست‌ها نداره، ربطی به سلطنت طلب‌ها داره، ربطی به خود حکومت شاه داره، که فقط به اسلامی ها میدون میدن، آخوند، مسجد، تکیه. من تو مدرسه که بودم میدیدم اسلامی ها کاملا دارن فعالیت میکنن، محفل دارن، جلسه دارن، علنن. ولی اگر یک کلمه شما حرف چپ و کمونیستی میزدین میگرفتن میداختنتون زندان. گفتم من دانشجو بودم، نه حزبی داشتم نه سازمانی داشتم، به خاطر انتقاد از رئیس دانشکده و مثلا اوضاع دانشکده 3 بار رفتم زندان، و آخرین بارش آقای کریمی 15 سال من زندان محکوم شدم، که چه حدود 4 سال چی کشیده بودم که انقلاب شد اومدم بیرون. شما از کدوم اصلاحات حرف میزنید؟ نمیدونم کتاب، از کدوم کتاب خوندید؟ کتاب که بگی که اصلاحات اون جامعه امکان پذیر بود و میشد رژیم شاه رو اصلاحات اصلاح کرد؟ نمیدونم از کدوم واقعیت ارجاع میده، هیچ ربطی به واقعیت اون جامعه نداره. شما یک کتاب خونین، من 500 تا کتاب میذارم جلوتون، از سواک و سرکوب و زندان و اعدام و سال 54 حتی بچه های دانش آموز رو میگرفتن زندان میکردن به جرم اینکه یه اعلامیه پخش کردن، و این وضعیت. اگر چیزی به کمونیست ها ربط داشت، اعتراض به دیکتاتوری بود، اعتراض به سواک بود، اعتراض به شاه بود. اگر جمهوری اسلامی اومد سر کار، یک دلیلش خود رژیم شاه بود که به اسلامی ها میدون میداد. اون تنها جریانی که میتونست حرف بزنه و سازمان بده و متحد بشه و متشکل بشه، مسلمان ها بودن، جریانات اسلامی بودن، تو تکیه، تو مسجد، تو همه جا. و خود شاه هم میگفت من میرفت زیارت مشهد و مکه و غیره و غیره. این واقعیت اون جامعه بود. شما 5000 تا کتاب هم بیارین با این واقعیت رو نمیتونین طوری دیگه تصویر کنین. محسن بهزاد کریمی، به نظر شما 22 بهمن 57 و یا این تحول به نظر شما چرا شکل گرفت و زمینه‌های به وقوع افتادنش چی بود؟ سپاسگزارم. البته من آقای نیکو قبل برنامه گفتن که یکمی مریض احوال هستم، من سعی میکنم زیاد فشار جسمی به ایشون وارد نکنم و با مدارا این برنامه رو جلو ببریم، به عجب قرار یک بحث سازنده بشه. ما داریم از یک وهله تاریخی صحبت میکنیم، وهله تاریخی که
دنیا در اوج جنگ سرد بوده، جنگ سردی که به هر جهت از یک سو اتحاد جماهیر شوروی داشت سعی میکرد گستره منطقه نفوذ خودشو از سمت جنوب و از سمت شرق گسترش بده، و از سمت دیگه آمریکا و کشورهای غربی بلوک غرب این رو بر نمیتابیدن. به هر جهت رژیمی که در ایران حاکم بود در قبل از سال 57 رژیمی بود که به نوعی متحد غرب بود، و این تصمیم که گرفته شد که به هر جهت به نوعی اسلامی شدن ایران رو ترجیح بدن به چپ شدن و کمونیست شدن ایران، یک چیزی که هیچ کس نمیتونه منکرش باشه. اما یک چیزی رو باید آقایان در نظر داشته باشید، شما از نسلی میایید که تجربیات متفاوتی با نسل من داره، شما از نسلی میاد که انقلاب ها جنبش های دانشجوی 1968 رو تجربه کردید، جنبش های کمونیستی در کشورهای مختلف، یعنی یک چیزی مود بود، شما اینو باید بپذیرید. شما به نسل من، نه شخص شما بلکه نسل شما، به نسل من یک معذرت خواهی بزرگ مدیونه، و این معذرت خواهی این که اشتباه تاریخی خودشو بپذیره. یعنی اون جوری که شما نسل شما جوگیر شدن با تفکرات کمونیستی، با اون ایدئالگرایی ها، من هم طرفدار برابری های اجتماعی هستم، من هم مبارزه میکنم برای زدودن نابرابری های اجتماعی، با اینکه از راست میانه میام این آرمان ها رو در خودم دارم، خودم رو یک سوشال لیبرال میدونم در درجه اول، اما یک نگاه به معقول به واقعیت های روز دارم. اینکه امکان اصلاح در نظام قبلی بود بر اساس داده هایی که امروز من در یک سیستم تحلیلی وارد میکنم، میبینم که این امکان بود. رژیمی که الان فیلم ویدیویش موجود هست برای امسال اومده بیرون، ارتشی که در مقابل تظاهر کننده پشت بلنگو میگه من از شما استدعا میکنم که دو نفر بیاید، داره از مردم استدعا میکنه رو، شما قابل اصلاح نمیدانید، اما اون نیروی ماشین نیروی انتظامی که روز عاشورا مردم رو به گلوله میبنده و از روش با ماشین دوباره حرکت میکنه رو قابل اصلاح میبندارید. وقتی که میگم شما، منظورم حزب کمونیست کارگری نیست، من میدونم که شما جزء شورای مرکزی حزب کمونیست کارگری هستید، اما کسانی که از خواستگاه فکری شما میان، کسانی که اندیشه به قولی هنوز به نوعی چپ سنتی دارن، این رو یک جوری برتافتند و این رو قبول کردن که این امکان هست. و یک نکته دیگر من میخوام اشاره کنم، شما گفتید که کمونیست‌ها در جریان انقلاب دست نداشتن. به نظر من هم نیروهای چپ در قبل از انقلاب و وقوع انقلاب نقش موثری داشتن، حتی در مبارزات مسلحانه که منجر به 22 بهمن و فروپاشی حکومت بختیار شد، و هم در 3 سال اول، یعنی از 57 تا 60 نیروهای چپ همکاری خیلی تنگاتنگی با انقلابیون مسلمان داشتن، با همکاری همدیگه پاکسازی کردن تمام ارتش و نیروها و ادارجات و ساواک و غیر و ذالک، ولی این رژیم جرار ملا بود که توانست با اتحاد مقطعی با چند گروه دیگه سر یک گروه دیگر زیر آب کنه و الی آخر تا نهایتاً به 30 خرداد رسید و به جان مجاهدین آخرین همپیمان خودش افتاد. بنابراین یک اشتباه تاریخی و یک خدعه‌ای که سیستم خمینیست کرد در حق نیروهای چپ انقلابی، این رو من حاصلش رو میبینم انقلاب 57، رو پیوستن انقلاب 57 و رو بودن انقلابی که بخش عظیمیش رو نیروهای چپ زحمتش رو کشیده بودند. کاظم نیکخواه، شما نظرتون چیه و چرا فکر میکنین که انقلاب 22 بهمن 57 اتفاق افتاد و شکل گرفت و زمینای به وقوع پیوستنش چیه؟ من نگفتم اولا که چپ دست نداشت، گفتم چپ دست بالا نداشت. ثانیانم پس بر سر اینه که اگر بگیم که انقلاب اومدن سرکوب کردن، به خون کشیدن، گفتم واقعیتش، من حرفم باید تکرار کنم، واقعیتش اینه که مقصرش خود رژیم شاه بود، رژیمی بود که فقط یه جریانات متحجر عقب موندهیه مرتجع رو بهشون میدون میداد و چپا رو سرکوب میکرد، دستگیر میکرد، که نمونهشو گفتم که خودم یکیش هست و خیلی های دیگه. بحث بر سر اینه که چرا رژیم، ببینید که یکی از اهدافی که دولت‌های غربی داشتن از این که خمینی رو آوردن سر کار اینه که همین حرفایی که امروز من از آقای مزاد کریم میشنوم رو بهش میدون بدن، بگن که اشتباه کردیم که رژیم دیکتاتوری شاه رو که طرفدار غرب بود و دست نشونده غرب بود به زیر کشیدیم و
و به نظر میرسه تونستن در میان یه بخش از کسانی این کارو بکنن که ما گویا معذرت خواهی هم باید بکنیم که یه دیکتاتوری سرکوبگر رو که خونه مردم رو هم کنترل میکرد رو به زیر کشیدیم. مردم باید معذرت خواهی کنن. من جز به یکی از کسایی هستم که بله زندان بودم زمانش که رژیم شاه سرنگون شد متاسفانه. اگه بیرون بودم حتما شرکت میکردم تو انقلاب. معذرت خواهیم به کسی بدهکار نیستم. اگر کسی بدهکار معذرت خواهی باشه کسانی هستن که از رژیم شاه طرفداری کردن و هنوزم بعد از این همه سال از این دیکتاتوری دارن سر دفاع میکنن با این گفتن این نوع حرفا. اگر شما طرفدار آزادی هستین، طرفدار برابری هستین، بیان بگین شما خوب شد رژیم شاه سرنگون شد ولی بد شد که جمهوری اسلامی اومد سر کار. بیان بگین که مردم حق داشتن حکومت سرکوبگر شاه رو سرنگون کنن ولی دولت‌های غربی و ارتجایی حق نداشتن که جمهوری اسلامی رو بیارن سر کار. بیان کنار اونایی وایسین که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و بگن جامعه باید آزاد باشه، آزادی باشه، برابری باشه، تبعیض نباشه، رفاه داشته باشن مردم. کنار اینا قرار بگیریم. با گفتن این موضعی که دارین شما رفتین دوباره وایسادین کنار یه دیکتاتوری. من نمیدونم اگر رژیم شاه به اصطلاح موفق میشد انقلاب رو سرنگون کنه چند بار به اندازه جمهوری اسلامی یا ده بار بیشتر اعدام میکرد، کشتار میکرد یا نه. چون همپالگیاش مثل پینوشه و همساله ها همین کار کردن تو کشورهای دیگه، کشتار کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن، از هلیکوپتر جوونا رو پرت کردن تو دریا و هزار جنایت دیگه کردن. اینا همه چون کسایی بودن که با رژیم شاه یک جنس بودن، ناسیونالیست بودن، سلطنت طلب بودن یا بالاخره طرفدار سیستم غرب بودن، همون خط رو دنبال میکردن. رژیم شاه رو نخواستن، غرب نخواست، با رفت به ارتش گفتش که از پشتش بیاد بیرون. مردم چرا باید از حکومت سرکوبگر رو کنار نزنن؟ شما میگین رژیم میشد اصلاح کرد، به اصطلاح استنادتونم به اینه که ارتش گفته دو نفر بیان، همون ارتش که مردم رو به گلوله بست، همون ارتش که زندان میکرد، همون ارتش که نمیدونم شما از زندانهایی چون زمان شاه خبر دارین چندین هزار نفر از جوان ها رو زندان کرده بودن. یک صدام امروز که فضای جامعه امروز اعتراض نبود، نه اینکه امروز آزادتر باشه. اگه نظر منو میخوایم بگین امروز حکومت جمهوری اسلامی 100 درجه از حکومت شاه کثیف‌تر و جنایتکارتره، ولی تو زمان شاه مبارزه نبود، امکان مبارزه نبود، امکان اعتراض نبود. یک صدمه واقعا بدون اقراق. ما امروز روزی 10 تا اعتراض کارگری هست، معلم‌ها، پرستارا هر روز دارن اعتراض میکنن. یه دونه از این اعتراضات تو زمان شاه شد دستن به گلوله. گوره پسخونه ها اعتراض کردن برای دستمزد، زدن به گلوله بستن. چیت کجا بود که کارگران چیت اعتراض کردن به گلوله بستن و خیلی از رهبرانشون گرفتن نفتن تو زندان تا موقعی که رژیم شاه سرنگون شد اینا تو زندان بودن. اینا فاکت های تاریخی و هزاران چیز دیگه. به هر حال مسئله سر اینه که من و شما که امروز تو هر سن و هر نسلی که هستیم از چی دفاع میکنیم؟ کسی که امروز اومده به من میگه معذرت خواهی کن که رژیم شاه رو داری سرنگون کردی داره از سلطنت دفاع میکن، چه بخواین چه نخواین. وگرنه چرا نمیگین که مردم حق داشتن رژیم شاه رو سرنگون کنن؟ رژیمی که یک ذره میگم به پسر عموهاشون هم اجازه نمیدادن که انتقادی از بگه، حتی از پسر خاله فرح انتقاد کنه. میگم من 15 سال زندان گرفتم به خاطر اینکه از رئیس دانشکده ای که قوم خویش هفتم فرح بود انتقاد کردم. من صدها هزار نمونه دیگه نمیگم.
امکان اسلام موقعی که وجود نداشت، امکان حرف متفاوت از سلطنت وجود نداشت، شما چطور این رو میتونین انکار کنید؟ مرسی کازم میخواد، چون وقتمونم زیاد نیست، اگه اجازه بدین من سوال بعدی رو اگه دوستانم تا یکی دو دقیقه فقط جواب بدن که ما بتونیم وارد مبحث دوم بشیم، چون بیشتر از 10 دقیقه به پایان برنامه وقت نداریم متاسفانه. محسن بهزاد کریمی، مستقل از ارزیابی که هر کسی میتونه راجع به انقلاب 22 بهمن 57 داشته باشه، چه درسایی از اون انقلاب میشه گرفت؟ اگه ما با یه موقعیت مشابهی روبرو بشیم، درسای 22 بهمن 57 چیه که اون درسا رو بتونیم اپلای کنیم به تحول بعدی؟ جناب احمدی، به عنوان یک پژوهشگر که صاحب تجربه چندانی هم نیستم، ولی میتونم درسهایی رو که خودم به شخص آموختم از اشتباهاتی که مادران نسل من انجام دادن، کسانی که با این اندیشه مترقی چپ سوشالیستی، گفتم من از یک خانواده میام که اندیشه چپ، مادر من یک زنی بوده که فعال چپ بوده و سالهای سال هم به این بالیده، اما شما زمانی میتونید تخریبی در یک ساختار اجتماعی انجام بدید که یک آلترناتیو قدر قدرت، یک بدیل قدر قدرت، بدیلی توانا و بدیلی که بتونه احاطه کنه اون خلأ سیاسی رو در دستور کار خودتون داشته باشید و بسازید و آماده باشه. به هم ریختن و اقتشاش هیچ کاری نداره. باور بفرمایید نسل امروز خیلی راحت‌تر، خیلی جسورانه‌تر و خیلی دلخون‌تر از اون نسلی که انقلاب کردن. اما در قیام یک دلیل سیاسی که بتونه مملکت رو جمع کنه و جایگزین سیستم حاکم بشه، ترجیح میده که فعلا این کارو نکنه. در انتظار یک بدیلی ما، که این بدیل دیر و زود باید ساخته بشه، این آلترناتیو باید دیر و زود ساخته بشه. من تجربه که از انقلاب 57 دارم اینه که یک چیزی مود میشه، نباید مواج مود موجهای انتخاباتی درست کنین، دنبال اون پشنی که ایجاد میشه، اون تحولات احساسی که ایجاد میشه برین. من میدونم در زمان شاه زندان بوده، تعدادی هم اعدام شدن، اما قابل مقایسه نیست به هیچ وجه. از شاه دفاع نمی کنم، از حکومت پهلوی دفاع نمی کنم، نمایش بیشک بسیاری داشته، اما آقای نیکا فضای کنونی رو به نوعی بازتر متلقی میکنن از فضای حکومت زمان شاه، که من رجوع میدم ایشونو به کتابهای تحقیقی که انجام شده، مدارکی که وجود داره، مشخصه که این چنین نبود و نخواهد بود. مشکلی میاست که ما باید این رو بپذیریم که با عقل و درایت پیش بریم، اما اون اتفاق تاریخی، یه فکر تاریخی نباید بهش پرداخت. راجع به 17 شهریور، کشتار 17 شهریور، میدان ژاله، قصه های متفاوتی است. تاریخ رو همیشه دو طرف به ذمن خودشون نوشتن، بنابراین من به فکت های تاریخی رجوع نمی کنم، به آنچه که نباید کرد رجوع می کنم. باید یک آلترناتیو آماده توانا باشه و بعد بریم حاکمیت رو بکشیم پایین و جایگزینش کنیم. مرسی محسن بهزاد کریمی. کاظم نیک‌خواه، به نظر شما چه درسایی میشه از انقلاب 57 گرفت برای آینده؟ به نظر من هم راستش به طور واقعی خلأ که وجود داشت اون موقع این بود که آلترناتیو روشن، انسانی و اجتماعی قابل دفاعی وجود نداشت. ولی بعد از بر سر اینه که این آلترناتیو رو چیه ببینیم. کافی نیست که اون آلترناتیو قوی باشه، بعد بر سر اینه که آلترناتیو باشه که خواستهای مردم رو جواب بده. اون موقع حزبی نبود که بگه آزادی بی قید و شرط، نبود حزبی که بگه احزاب باید آزاد باشه، نبود حزبی که بگه مذهب باید از دولت جدا باشه، حزبی نبود که بگه مذهب باید از آموزش پرورش جدا باشه، من حزبی نبود که بگه درمان باید رایگان باشه. مردم میگفتن شاه نمیخوایم، دیکتاتوری نمیخوایم، ساواک نمیخوایم. و به انقلاب هم راستش از مردم خارج آشکنشینان اطراف تهران شروع شد، مردم که نمیخواستن اونطور زندگی کنن. درستی که میشه گرفت اینه که انقلاب اولا باید حزب داشته باشه و حزبش هم اتفاقا باید حزبی باشه که حرفای روشن میزنه و به اصطلاح آلترناتیو نه فقط دولت بلکه آلترناتیو جامعه‌ای هست که الان 90-80% مردمش زیر خط فقر زندگی میکنه و خیلی هاشون از
به اصطلاح بی خانمانن، خیلیشون کارتون خوابن، کودک خیابانی داریم، نمیدونم 10 میلیون بیکار داریم که یک ذره بیمه بیکاری ندارن. اگر بگیم آلترناتیو قوی، باید آلترناتیو قوی به این مفهوم قوی باشه که برنامه داشته باشه برای رفاه برای همه، آزادی برای همه، تبعیض وجود نداشته باشه، نه تبعیض ملی، نه تبعیض جنسیتی، نه تبعیض برحال از هر شکلش. اگر به این مفهوم معتقد باشیم که آلترناتیو روشنی باید وجود داشته باشه، دقیقا مسئله همینه و همچه چیزی، همچه آلترناتیوی تو سال 57 متاسفانه که به اصطلاح اجتماعی باشه در این حال، جایگاه اجتماعی داشته باشه، نفوذ اجتماعی داشته باشه، وجود نداشت. تلاش ما این است که به این مسائل پاسخ بدیم. ما اینا رو توضیح دادیم، نقد کردیم، نشون دادیم و فکر میکنیم که مردم، اگر به اصطلاح مردمی که انقلاب کردن افق روشنی برای آینده نداشتن، به همین دلیل دولت‌های غربی تونستن یه حکومت کثیف اسلامی متحجر رو بر مردم حکومت کنن که اون جامعه رو به خون کشیده و چپاول و دزدی رو صد برابر حکومت آریا مهری داره انجام میده. مرسی کاظم نیکخواه. از اتاق فرمان به من میگن متاسفانه بیشتر از 5 دقیقه به پایان برنامه نمونده. محسن بهزاد کرمی، در مبحث دوم رو با شما شروع میکنم. روحانی اخیراً اعلام کرده در انتخابات شرکت کنید حتی برایتون دلچسب نباشد. خاتمی همین امروز که این برنامه داره ضبط میشه طی پیامی از مردم خواست که از انتخابات دل سرد نشید و گفت خوشبختانه همه تشکلات و جریانات از جمله اصلاح طلبان اعلام حضور جدی کردند و این نشانه آن است که آنها مساله ملی و منافع عمومی، امنیت و ثبات کشور را بر منافع گروهی ترجیح میدهند. احمدی نژاد اعلام کرد که اصولگرایان در انتخابات شکست سختی خواهند خورد. خامنه ای نیز چندی پیش اعلام کرد که حتی مخالفین نیز در این انتخابات شرکت کنند. شما چرا فکر میکنین جناهای مختلف حکومتی، چه اصلاح طلبان حکومتی و چه جناهای به اصطلاح اصولگرا، شرکت مردم در انتخابات اینقدر براشون مهمه و هر دو جناه دارن مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت میکنن؟ من آقای احمدی فکر نمی کنم به حدی که برای اصلاح طلب، جناح اصلاح و اعتدال، باند هاشمی، خاتمی و روحانی، حالا روحانی در این میانه راه قرار گرفته و هم از توپرو میخوره هم از آخور، یعنی هم سری در بیت رهبری داره و هم با اصلاح طلب ها و اعتدالیونی نظیر هاشمی و خاتمی نشست و برخاست داره، به این حد که برای اصلاح طلبان انتخابات مجلس سرنوشت سازه برای اصولگرایان نیست. اصولگرایان وزن بیشتر انتخابات رو در خبرگان میبینن و تلاش هایی هم که داره شبانه روز میشه اینه که توجه مردم رو بیشتر جلب انتخابات مجلس کنن، اما سرنوشت آینده حاکمیت الان خصوص نهاد ولایت فقیه بسته به انتخابات خبرگان پیش روست. میبینیم کمپین های متعددی از برون مرز و در مرز داره شکل میگیره که به نوعی مردمی که قهر کردن با کلیت این ساختار و کلیت نظام رو تحریم کردن رو به بازی بگیره. حالا از جریان کمپین آقای تبرزدی گرفته تا دیگر مشاط کاری هایی که اقشار مختلفی که با نظام سر و سری دارن در برون مرز دارن ایجاد میکنن، چه در درون مرز، هدف به بازی کشاندن مردم، حتی تا نیمه راه آوردن. تمام این بازی ها برای اینه که آقای باند هاشمی میخواد در مقابل باند آقای خامنه ای قد علم کنه، در ظاهر جدال قدرتی در گرفته و اینجا بازی سرنوشته. تمام حراس من هم از اینه که نیروی سوم سپاه پاسداران از پشت اصولگرایان بخواد در بیاد و خودش بخواد پا به میدون بگذاره، علنا سپاه در تمام قسمت های نظام نفوذ داره، چه سیاسی چه اقتصادی چه غیره، ولی حراس من از اینه که به شکل نیروی سوم سیاسی عملا علنا وارد بازار بشه. به هر جهت این انتخابات پیش رو انتخابات سرنوشت سازی است و این خبرگان پیش رو خبرگانی خواهد بود که رهبری آتی رو تعیین خواهد کرد. آقای هاشمی و باندهشون
خب لقمه گرفتن برای این خبرگان آقای حسن خمینی هست از یک طرف، و از سمت دیگری دارم سعی میکنم که ایشون رو به یک نوعی نهایتا تایید صلاحیت بکنم، که من فکر میکنم این اتفاق میفته. اعتراضات کردن، سخنان گفته شده، امکانش خیلی زیاده که حسن خمینی نهایتا بعد از اعتراض اخیرش تایید صلاحیت بشه. از سمت دیگه هم جناب آقای خامنه ای دو تا کاندیدا، یکی آقای هاشمی شاهرودی و کاندیدای دیگه خودش به آقای صادق لاریجانی رو مد نظر داره که در خبرگان بنشونه. و هر جد تکلیف این نظام در این دوره خبرگان روشن میشه، انتخابات حساسی است. ولی حرف من و هم پیمانان من اینه که اصلا این انتخابات اون توجه ویژه‌ای که باید بشه مردم بهش ندارن و نخواهند داشت، و تمام تلاش نظام هم برای به بازی گرفتن مردم در این انتخابات. موضع شما چون وقت زیاد نداره، میخواستم شما صحبتتون رو در ارتباط با انتخابات تموم کنین و بعد از کاظم نیک‌خواه بپرسم. موضع شما در ارتباط با این انتخابات چیه؟ موضع شخصی من در رابطه با این انتخابات، من نه تنها انتخابات رو بلکه کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نظامی مردود غیرقانونی میدونم، و در کمپینی هم که تشکیل دادیم با دوستان و همین نام کلیت نظام رو تشویق کردیم که مردم تحریم کنن و در هیچ گونه از این به قولی مشاطگری های نظام شرکت نکنن. چه اون کمپینی که های تبرزدی و اسانلو رو انداختن که به هر جهت نرمترینش و به مدرترینش خواهد بود و آزاد خواهترینش در ظاهر، چه برسه به اون بخشی که در قلب نظام شرکت دارن، در هیچ کدوم ما شرکت نخواهیم کرد و تشویق میکنیم کسی پارتیسیپیت نکنه. کاظم نیک‌خواه، به نظر شما چرا جناح‌های مختلف حکومتی اینقدر تلاش می‌کنند که مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت بکنن؟ هر کدوم از جناح چه موضعی رو در ارتباط با انتخابات در پیش دارن و اینکه سیاست حزب کمونیست کارگری در ارتباط با انتخابات چیه؟ خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، برحال جناح‌های حکومت میدونن که مردم از این حکومت متنفر هستن و در نتیجه طبیعیه که تلاش بکنن که به هر قیمتی شده، حتی به قول خامنه‌ای کسانی که مخالف نظام هستن برن شرکت کنن، به این برای اینکه تنور انتخابات رو داغ کنن. و بعدم میدونن که نتیجه شرکت مردم اگر احیانا شرکت کنن تأثیر و تغییری در نتیجه انتخابات نخواهد داشت، چون بالاخره هر که میخوان از صندوق ها بیرون میکشه. منم در حال فکر میکنم که همچه تلاش هایی مثل اون نمونه هایی که آقای میگفتن مثل اوسانلو و نمیتونن تبرزدی و اینا، اونا در واقع جزئی از همون از همین نوع تلاش هایی که کمک میخواد بکنه به گرم کردن تنور انتخاباتی، چون نهایتاً از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع میکنه. چون این انتخاباتی است که به هر حال یه درجه وزن اصلاح طلبا و جریان رفسنجانی‌ها به اصطلاح و روحانی اینا کنار هم قرار گرفتن، وزن بالاتری پیدا کردن به نسبت در مقایسه با دوره‌ای که خاتمی و اصلاح دو خردادی‌ها بودن. و در نتیجه نهایتاً با اینکه خیلیشون رو رد صلاحیت کردن، توازن مجلس آینده توازن بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت و در نتیجه نزاعشون و جنگهاشون و کشاکشهاشون هم بیشتر خواهد بود. و به این مفهوم این انتخابات برای جمهوری اسلامی سرنوشت سازه. اونجا که به مردم برمیگرده، خب معلومه تحریم انتخابات معنای زیادی نداره، برای اینکه اگر ما بگیم ما تحریم میکنیم، معنیش اینه که ما حقی داریم که میخوایم از ما حق بگذاریم. مردم نه حق انتخاب کردن دارن عملا، نه حق انتخاب شدن. کاری که باید کرد، باید تلاش کرد کل این بساط رو به هم زد و به اشکالی مردم این کار رو کردن. شاید هم توازن قوا یه جای اجازه بده یه جای اجازه نده. مثلا همین الان همین روزا ما شاهد گسترش اعتراضات کارگری تو اصلویه بودیم،
تو پتروشیمیا بودیم که مردم میگن ما مسئلهمون انتخابات نیست، خواستمونه بدیم. فشاری که گذاشتن. به هر حال میخوام بگم اساس مسئله باید این باشه که این بازی رو، این نمایش رو، این رو به هم بزن. و تو اونجا که تو محلات ازشون بگیرین، صندوقاشون رو به هم بزن. و برای تلاش کنیم که اجازه ندیم که فضا رو بگیرن دست خودشون. مرسی کازمی. به درجه بالاخره هر نیروی مزدور دارن، بسیج دارن، انتخاباتشون هم میتونن از سر بگذرونن. ولی اگر فشارتون بشه اعتراضی و حق طلبانه وسیع باشه، میتونه اتفاقات دیگری بیفته. مرسی کازمی. چون از اتاق فرمان به من میگن وقتمون هیچ مفهومی فکر میکنم که به این نمیشه انتخابات گفت. بزن این جمله رو بگن که عملا انتخاباتی نیست، باز کشاکش جناهای جمهوری اسلامی هست. خواهش میکنم. خیلی ممنون. با تشکر بسیار زیاد از شما کاظم نیک‌خا و محسن بهزاد کریمی که وقتتون رو در اختیار برنامه رو در رو قرار دادین و با آرزوی موفقیت براتون. من هم از شما تشکر میکنم. سپاسگزارم. وقتتون بخیر. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم بابک یزدی براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی رو در رو که بار دیگر با شما خواهیم بود. شب و روزتون خوش.